بینندگان عزیز و ارجمند، سلام گرم و صمیمانه من و همکارانم از شبکه کلاک ماور را پذیرا باشید. آیا ایران در حال ساخت و توسعه سلاح هسته‌ای است؟ دکتر علیرضا سالاری، سفیر ایران در سوئیس، در پاسخ به این سوال گفت: مطمئناً تنها کشوری که در منطقه مجهز به بمب اتم و در حال ساخت و توسعه آن است، جمهوری اسلامی نبوده، بلکه موجودیتی به نام اسرائیل است. ایران نه نیازمند سلاح هسته‌ای است و نه قصد دستیابی به آن را دارد، زیرا ایران به اندازه کافی سلاح‌های متعارف دارد تا از خود دفاع کند. بنابر راهبرد نظامی ایران، داشتن سلاح هسته‌ای ابزاری برای دفاع و جلوگیری از جنگ نیست، زیرا تنها دارنده سلاح اتمی در منطقه خاورمیانه یعنی اسرائیل نتوانسته با این سلاح ها از جنگ جلوگیری کند. پس از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، توسعه دموکراسی برای دفاع واقعی از کشور مهم بوده است، به این معنی که با دموکراسی مردم سرزمینم قادر خواهند بود از خود به خوبی دفاع کنند و نه با بمب اتم. با حکومت مردم در ایران، آنان می توانند صلح و آزادی و استقلال را احساس و توسعه همه جانبه کشور را عملی کنند. این سیاستی است که دولت ایران حمایت می کند. از طرف دیگر، علی‌رغم اینکه ایران نه نیاز و نه قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای داشته، 30 سال است شما می شنوید که ایران در 1-2 سال آینده به سلاح هسته‌ای دست خواهد یافت. اکنون هر انسان عاقلی باید از خود بپرسد: آیا بعد از گذشت 30 سال هنوز این 1-2 سال نرسیده است؟ با این وصف هر انسان آزاده‌ای در خواهد یافت که تمام این اتهامات دروغی بیش نیست. بینندگان عزیز، از اینکه ما را تا این لحظه از برنامه همراهی کردید صمیمانه سپاسگزارم و شب خوشی را برای شما آرزومندم. شب خوش و خدا نگهدار.